مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشته آیین ما برتر از خدا و دین. به 37 برنامه صدای آشنا با مجید رحیمی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که شما نازنینان رو امشب اینجا میبینم. به به، دوستان دارن جمع میشن و دو مهمان عزیز دارم امشب شاید یکی از برنامه‌های بسیار بسیار خوب من باشه که با دو مهمان عزیزم، دکتر منوچهر رزمارا، جراح قلب و وزیر بهداری دکتر شاپور بختیار، آخرین دولت شاهنشاهی ایران، و دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد ممتاز دانشگاه راتگر در آمریکا در روابط بین الملل. سپاسگزارم که نازنینان، به به، تا میتونید دوستان این برنامه رو برای دیگر دوستانمون بفرستید که تعداد بیشتری، من میدونم که تا 24 ساعت نشده هزاران چه بسا ده ها هزار نفر این برنامه رو میبینن، اما هرچی همزمان لایف در پای برنامه بنشینند تعداد بیشتری باز دوباره. سوال اینجاست که چرا صدها هزار برنامه رو نبینن؟ چرا 10 میلیون برنامه رو نبینن؟ مگه ما چند تا از این شخصیت ها داریم که میتونن بیان در برنامه های زنده بشینن با شما گفتگو کنن؟ امروز 30 ژانویه سال 2021 هست، برابر با 10 بهمن سال 1399. خب ما بریم سرود صدای آشنا رو با هم دیگه بشنویم که مبادا تصور بشه ما سرود رو از یاد رفت بردیم، و بعد Yeah.
بله، با صدای آشنا دست به دست هم دهیم بهر فردای به طرح نو درف کنیم. همراه هستیم با دو عزیز هممیهن، جناب دکتر منوچهر رزمارا و جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی. هر دو دوستان خیلی خوش آمدید به این برنامه جنابان، و امیدوارم که بتونیم یک گفتگوی بسیار خوبی با هم دیگه داشته باشیم. جناب رزمارا، درود بر شما. درود بر شما و درود بر مهمان گرامیتون آقای دکتر امیر هوشنگ امیر احمدی. همینطور درود بر شما جناب هوشنگ امیر احمدی. بله، درود بر شما آقای رحیمی، درود به مهمان بزرگوار و ایرانی برجسته ما جناب آقای منوچهر رزمارای عزیز. من هستم خدمت. خواهش میکنم آقا. ما دهم بهمن ماه هستیم جناب رزمارا. اگر امام نیاید مسلسلا در آید. دو روز مونده که فرشته وارد میهن بشه و به قول هادی خرسندی از هواپیما پلایف هواپیما پیاده بشه که سوار بر دوش ملتی بشه. اون روز 42 سال پیشتر شما در چه هوایی بودید و چی فکر میکردید که اگر اینها برسن چه اتفاقی میافته؟ اون روز و خیلی قبل از اون روز کاملا در جوار زندیات مرغ طوفان شخصیت واقعا تبهکار این آخوند هندی بارها و بارها ذکر شده بود و به ملت ایران هم تذکر داده شده بود. منتهای مراتب به حدی این فتنه در عمق ملت اثر کرده بود که اصلا گوشها بسته شده بود، وجدانها خاموش شده بود. اون بدبختی رو ملت ایران در بهمن یک خود کامل کرد. 42 ساله که در این بدبختی داره بیسوزه. من تکلیفم آقای رحیمی کاملا روشنه. عرض کنم که مهمان گرامیتون ایشون موضع خودشون رو روشن بکنن، چون به اونجا هم میرسیم جناب. که آقای دکتر از تبار شادروان تیمسار سپهباد امیر احمدی هستن، در حال ایشون یک مرد بسیار وطنپرستی بودن، از همراهان اولیه رضا شاه بزرگ و یک امیر واقعا وطنپرست. نمیدونم ایشون از تبار این مرد هستن یا فقط شباهت اسمی هست. خب نه، اجازه بدید حالا به اونجا هم خواهیم رسید، اما بیایم سراغ جناب امیر احمدی. جناب دکتر، شما اون روز کجا بودید و چی فکر میکردید اون روزی که قرار بود این فرشته نجات دهنده میهن به میهن بیاد، و چه احساسی داشتید، چه فکری داشتید؟ من خارج از کشور بودم. من 4 سال قبل از انقلاب از ایران خارج شده بودم، تو امریکا بودم، دانشجوی دکترا بودم. و من به اون روزا که رسید، وقتی که آقای بختیار نخست وزیر شد، من طرفدار آقای بختیار شدم و از دوستان انقلابیم بریدم و برای همینم خیلی منزوی شدم برای مدتی. به 6 سال اول انقلابم نتونستم به ایران برگردم، چون اصلا پاسپورت من نمیدادم. من از ارادتمندای خاص آقای بختیار بودم همیشه. من یه سوسیال دموکرات ملی هستم و آقای بختیار رو همیشه به عنوان یه سوسیال دموکرات ملی ارزیابی کردم، و واقعا هم همون بود، هم دموکرات بود، هم سوسیالیست، چیز سوسیالیستی داشت، اجتماعی، و هم شدیداً ملی بود. من خیلی متاسفم بگم که جبهه ملی بزرگترین اشتباه تاریخی شو کرد، که نه فقط با آقای خمینی اتحاد کرد، که از آقای بختیار رو رها کرد. و اشتباه دوم البته
اشتباه خود شاه فقید بود که وقتی که اصلا نباید از کشور خارج میشد، ولی وقتی از کشور خارج شد فرماندهی کل قوا رو نداد به مرحوم بختیار. به نظر من اونجا بود که مشکل اساسی پیش اومد، چون آقای بختیار نخست وزیر بی اختیاری شده بود، نه پلیس دستش بود نه ارتش دستش بود، و بعد تو خیابونا مردم بودن. خب متاسفانه جو مذهبی و انقلابی هم کشور رو گرفته بود، و ایشون هم هر کی داد میزد که بابا این آدمی که داره میاد اون کسی نیست که شما فکر میکنید. خب کسی گوش بهش نداد. من خیلی متاسف شدم واقعا. من اعتقاد داشتم و دارم که این انقلاب 57 برای این جریانی که این اواخر میگن نمیدونم امریکا این کار کرد که نمیدونم از کمونیست ها میترسید، حزب توده میترسید، یا شاه دیکتاتور بود و از این حرفا، هیچ کدام از اینا نبود. من تمام این انقلاب رو در یک کلمه یا یک جمله خلاصه کردم. همیشه میگم دعوا سر قدرت ایران بود. غرب میخواست قدرت ایران رو از هم بپاشه، از بین ببره. متوجه شده بود که شاه داره اواخر زندگیش داره قدرت سازی میکنه، به این قدرت سازی نه با انگلیس نه با امریکا جور در نمیومد. بعدش هم یکی رو پیدا کردن، نگاه های مذهبی رو، که به همراه اونها این قدرت رو نابود کنه، که در واقع به معنای نابودی کشوره. حالا اینجا میرسیم، به اینجا میرسیم. بله، همه این داستان هایی هم که برای دموکراسی اینا میگن، بازم اینا همش شارلاتان بازیه به نظر من. همش مسئله قدرت ایرانه. یعنی ما اصلا تو ایران چیزی که الان ما میخوایم دموکراسی نیست. من فکر کنم اجازه بده جناب امیرحمدی، ما میای به اینجا میرسیم. بله به اینجا میرسیم. اما من میخوام ببینم که 10 سال بعدش، یعنی 32 سال پیشتر، در چنین روزی شما چی فکر میکردید جناب رزمارا؟ و همین سوال رو هم از جناب امیرحمدی دارم، شما چی فکر میکردید و واقعا چه امیدی به 10 سال بعدش داشتید؟ یعنی ما میخواییم 10 سال دهه به دهه بیایم جلو و ببینیم ما کجا امروز ایستادیم و چه بایست بکنیم که به دهه بعدی، یعنی در دهه بعدی دوباره نگیم آقا 10 سال پیشتر شما کجا بودید؟ آقای دعیبی ببینید، من موضع ما کاملا روشنه. اون چه که در دی و بهمن 57 بود از هرومن شمس، و اون چه که انجام شد تا روز 22 بهمن و بعد از 22 بهمن، موضع من و موضع امثال من کاملا روشنه. خب اون موقع هم طور که الان آقای دکتر خودشون تذکر دادن، در ایران نبودن و دستی از دور به آتش داشتن. منطقه مراتب از بعد از سقوط و بعد از این که این تبهکار آمد و مستولی شد به سر مملکت، باید اشخاص تکلیف خودشون رو روشن میکردن. تکلیف من کاملا روشنه. من بعد از این که به زندان رفتم و از زندان معجزه آسا نجات پیدا کردم و آمدم اینجا، دو مرتبه گرویدم به دور شادروان دکتر بختیار، موضع من کاملا روشنه. آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی موضع خودشون روشن کنند، چون من بدون این که بخوام واقعا از جاده توازن خارج بشم، ایشون یه مقداری موضعشون خیلی به صورت یک جیومتری خیلی متغیر بوده. توجه کردید؟ ایشون تکلیف خودشون روشن کنند. ایشون از روزی که در حال وارد این فعالیت های سیاسی شدن، به صورت لابیینگ این رژیم کار کردن، با اشخاص واقعا ناباب سر کار پیدا کردن. جناب دکتر هوشنگ امیرحمدی فرش قرمز پهن کردن برای یک خانوم اولبرایت، این زنی که اینقدر بر علیه ایران اقدام کرد و شکافی که در مملکت امریکا ایجاد کرده بود از زمان کارتر، این رو عمیق‌تر کرد. این آمد گفت امریکا به اصطلاح خودش رو مجرم کرد و گفت ما بودیم که مصدق رو از بین بردیم، ما بودیم که شاه رو با کودتای 28 مرداد بردیم. خب آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی با یک چنین اشخاصی سر کار داشت،
بعدش ایشون واقعا با اشخاص نابابی سر کار داشتم. من از حضورشون معذرت میخوام، من یه آدم سریعی هستم، به هیچ عنوانی قصد واقعا بی‌ادبی و عدم تواضع ندارم، ولی واقعیت از قضایا یه آدمی مثل من تکلیفش روشنه که با کسی آنی بوده. من خدمتون عرض کنم که روشنه که امیر احمدی قربون با یه آدم خائنی مثل حسین اون که عرض کنم که مشاور خدای اسمش یادم رفته، رئیس قسمت فرهنگی بنیاد پهلوی بود، حسین خب حالا اسم حتما یادتون میاد خواهید گفت. اما اتفاقا جناب دکتر رزمارا، جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی، جفتتون مهمانان عزیز من هستید. ما اینجا اتفاقا آمدیم که پوسکنده بدون رودربایستی با هم دیگه گفتگو بکنیم و چیزهای ناگفته رو به مردممون بگیم، با اونها در میون بگذاریم و من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما وحشتی داشته باشیم که بتونیم خیلی رک خودمون رو بیان بکنیم. اما همین، اگر من برمیگردم سراغ جناب امیر احمدی، من دیدم که به یک در یک برنامه جناب امیر احمدی به جناب شهرام همایون میگفت آقا یک جا بیست، اینقدر این ور اون ور نرو. و حالا جناب رزمارا همین حرف رو به جناب امیر احمدی میزنه. شما جناب امیر احمدی چقدر این اسم اون شخص یادم اومد، سید حسین نصر. بله بله، میخواستم به تمام معنا. خب اجازه جناب گرفتم. اوشنگ امیر احمدی با یه اشخاصی مثل سازگارا سر کار داشتن، با یه اشخاصی مثل شهریار عاجی سر کار داشتن. و اگر امروز آقای دکتر امیر احمدی قلوم اگر امروز در اپوزیسیون در یک حال نزار و در حال نیم مرگ یا مرگه، به خاطر این است که در صفوف این اپوزیسیون اشخاصی مثل جناب علی بودن. جناب علی دو مرتبه به ایران تشریف برده، شما کاندیدای ریاست جمهوری این مملکت شدید، یعنی در حقیقت شما با اصل مطلب مخالفتی نداشتید. فرق داره با یه آدمی مثل بختیار، فرق داره با یه آدمی مثل من که از ابتدا به این تبهکار نگفتیم. خب پس اجازه بدیم این مطالب آقای رحیمی که بدبختی امروز اینقدر مردم ایران ناامید شده. خب من اجازه میخوام که فرصت بدیم در این فاز قرار گرفت. خیلی خب جناب رزمارا، به امید رحیمی به بنده اجازه بدید ضمن حفظ واقعا مراتب ادب خیلی سریع امشب این مسائل بررسی کنیم، چون ملت ایران باید این حقایق تلخ رو بدونه. بعد دیگه نه بابا، ما بسته برای همین مسئله هم اینجا هستیم. اصلا از آن بعد ما نشستیم که با هم دیگه گفتگو کنیم، اون چیزی رو که تو دلمون داریم به هم دیگه بگیم. جناب امیر احمدی، میکروفون آزاده برای شما. متشکرم آقای رزمارا، منو به اصطلاح به قول امریکایی‌ها سورپرایز کرد با مقدار اطلاعاتی که در مورد من داره. چیزایی رو شنیده که تو رادیو تلویزیونای لس آنجلس یا جاهای دیگه گفته شده. بذار من یکی یکی توضیح بدم. آقای رزمارای عزیز، بنده هرگز آقای سید حسین نصر رو حتی ندیدم، نکته اول. دوم، آقای رزمارا، بنده فقط یک دفعه با آقای سازگارا ملاقات داشتم، اونم تو واشنگتن دی سی بود، یه قهوه با هم خوردیم تمام دوران زندگی. بعد ضمناً با هر کسی دیگه هم که تو اسم بردی، حالا دیگه نمیخوام برم، کلن اشتباس اطلاعات در مورد من. این یک نکته. دوم، آقای رزمارا، من یه دانشگاهی هستم، شما سیاست مدار هستید، دانشگاهی هم من یه دانشگاهی هم قبل از اینکه دارید وارد سیاست بشم استاد دانشگاه. بله خب، اینا رو تو جناب رزمارا، من پزشکی ایرانم. خیلی خب جناب رزمارا، فقط خواهش می‌کنم که اجازه بده جناب رزمارا. شما رابطتون رو با نایاک نمی‌تونید. نه اجازه بدید جناب رزمارا، رابطتون رو با شیتا فارسی نمی‌تونید پیام بدید. آقای رزمارا،
اجازه بدید جناب نه دوستان اجازه بدید خواهش می‌کنم اجازه بدید. ببینید ما اگه بخوایم وسط حرف همدیگه بپریم واقعا همدیگه رو نمیفهمیم. اجازه بدیم این 4 دقیقه گفتگو اجازه 4 دقیقه گفتگو بشه بعد دوباره 4 دقیقه بعدی رو شخص بعدی صحبت می‌کنه. سپاسگزارم. بفرمایید جناب امیر احمدی. می‌خواستم بازم بگم آقای رزمارو بنده هرگز حتی یک ثانیه با نیاک کار نکردم. هیچ رابطه‌ای با نیاک که نداشتم. نیاک دشمن شورای امریکاییان به ایرانیان که AIC نام داره بود. تریتا پارسی که نیاک رو درست کرد به اتفاق آقای ظریف کارمند ما بود برای 10 ماه. از من جدا شد رفت با آقای ظریف نیاک رو درست کرد. از همون موقع هم دشمن من بودن اینا. اینم برای اطلاع شما. یعنی میخوام اطلاعاتتون در مورد من بسیار بسیار ضعیف. این نکته اول. نکته دوم هم چیزم عرض میکردم. من یه دانشگاهی هم و اعتقاد دارم که انسان ها میتونن عوض شن. اما اصول نه. یعنی ما یاد میگیریم. معلم هم من. شما هم معلم بودید. میگید خب عالی. معلم چه کار میکنه؟ معلم میگه که مردم عوض میشن. اصلا کار ما عوض کردن مردمه. من همونجور که عرض کردم من در دوران انقلاب ایران نبودم. جوون بودم. بعد از انقلاب من 7 سال ایران نیومدم. بعد به دعوت دانشگاه تهران برای اولین بار وارد ایران شدم برای بازسازی مناطق جنگ زده. یکی از افتخارات من هست که وقتی جنگ در حال انجام و اجرا بود من رفتم به تمام مناطق جنگی از اهواز و آبادان و خرمشهر و حویزه و حمیدیه و فلان و اینا به ستم دیده های جنگ کمک کردم. یعنی بیشتر در مورد خونه سازیشون چجوری با این وضعیت خود زندگیشون رو درست کنن اینا. 3 سال پشت سر هم من وقتی که جنگ ادامه داشت تو جبهه بودم برای کمک به جنگ زده ها. از افتخارات منه. من بعد از اون در همون موقع بود که به این نتیجه رسیدم که یک سرطانی به نام رابطه ایران و امریکا داره شکل میگیره. اعتقاد داشتم این رابطه سرطانیه به یک روزی ایران رو میکشه و مردمشو و زندگیشون رو نابود میکنه. بنابراین من رفتم شورای امریکاییان به ایرانیان درست کردم و با افتخار میکنم هنوزم میکنم که سعی کردم این رابطه رو درست کنم. همون کاری رو میکنم که اعلی حضرت فقید کرده بود. بهترین رابطه رو با امریکا داشت و متاسفانه همین امریکایی ها سرنگونش کردن. بنابراین من میخوام اینو بگم. منم یک فلسفه داشتم برای این کار آقای رزمارا. من اعتقاد داشتم هنوزم دارم که هر کشوری که با امریکا رابطه نداشته باشه این کشور هیچ وقت نه رشد میکنه نه دموکراتیک میشه. تاریخ هم اینو نشون بده. چون حتی یک کشور نمیتونی به من نشون بدی که با امریکا رابطه نداشته و دموکراتیک شده و یا رشد خوبی کرده، رشد با دوام. برعکس امریکا یا وقتی با دیکتاتورها رابطه برقرار میکنن اگر دیکتاتورها بخوان این دیکتاتورها نابود میشن. تمام تجربه لاتین امریکا و کشورهای دیگه به تو نشون میده که این دیکتاتورها با امریکا رابطه خیلی خوبی داشتن ولی همین دیکتاتورها توسط امریکا بعداً نابود شدن. دکتر امیر احمدی یه سوال من دارم یه سوال دارم و اون اینه که اگر شاه فقید رابطه‌ای با امریکا داشت او به عنوان رهبر کشور و پادشاه کشور این رابطه داشت از زاویه قدرت، شما به عنوان یک شخصی که میخواستید رابط بشید بین دوتا کشور دوتا دولت چنین چیزی رو این اصلا من نمیم این بحث یعنی چی؟ یعنی همین مخواب دولت... نه اجازه بده دولتی نه همین اجازه بده اگر نه خب مخواستم اجازه سوال تموم کنم. تو باید گفته درون حرف یکی دیگه نپریم. نه خب نه در رابطه با یعنی تکمیل تر صحبتتون ادامه بدید به خاطر اینکه شما تکمیل تر این صحبت ادامه بدید. یعنی به آخر حرف نرسید دوباره من بپرسم دوباره از اول بشه. معلومه که دولتی نیستم که من شاه نبودم که بنده یه بخشی از جامعه مدنی هم یه آدم شخصی هستم یه دانشگاهی هستم تو این رابطه میخواستم کمک کنم.
که درک بهتری ایجاد بشه، دشمنی نشه، تحریم نشه، از این حرفایی چه ربطی بره؟ من نفهم سوالت اصلا برای چیه. خب اگه اجازه میدادی من سوالو تموم بکنم، اون موقع ببینید وقتی که دو نفر روبروی همدیگه میشینن، یک سری چیزها رو میدن و یک سری چیزها رو میگیرن. در عالم سیاست شما بهتر از من میدونید، اما وقتی که این میان یک نفر دیگه نقش سوم رو بازی میکنه، زیر فشار این دو دولت مجبور میشه یک کارهایی رو انجام بده که شاید مردم موافق اون نباشن، اما او چون میخواد این دو دولت رو با هم دیگه گره بزنه، جوش بده، مجبور میشه یک امتیاز. اجازه نمیده من جمله رو تموم کنم دیگه. آیا سوال من همینه که آیا شما هم در این موقعیت قرار گرفتید، یا اینکه نه از هر دو طرف به شما گفتن نه و این اتفاق نیفتاد چنان که میبینین؟ اولا شورای امریکاییان و ایرانیان اگه در موردش یک اطلاعات 1% هم داشته باشی، میدونه که این شورا من نبودم، این شورا 26 نفر سفیر، 3-4 نفر وزیر، 6-7 نفر سناتور، همه هم امریکایی، یه تعداد بسیار کوچیکی امریکایی بود، ایرانی بودن. اصلا شورای امریکاییان به ایرانیان شورایی که بود که بین این عده اولین هیئت رئیس هیئت مدیرمون آقای سایرس ونس بود، همین الانم رئیس هیئت مدیره سناتور امریکاییه. اصلا شما فکر کنی امیر احمدی بود؟ نه، امیر احمدی نبود، یک چیز خیلی خیلی عظیمی بود. ما در سطح رئیس جمهور و وزیر و اینا کار کردیم. قول آقای هوشنگ انصاری، یه روزی به من گفت آقای هوشنگ انصاری معروف، آقای دکتر امیر احمدی، کار شما کردید تو رابطه ایران امریکا و در امریکا که من هوشنگ انصاری که وزیر و سفیر بودم نتونستم بکنم. برم روشن میگم، آقای هوشنگ انصاری من گفت. حالا من اون رو کاری ندارم، ما یه عده بودیم میخواستیم که درک درستی تو رابطه درست کنیم که جنگ نشه، که تحریم نشه، که من اعتقاد دارم تحریم علیه مردم ایرانه. حکومت از تحریم استفاده کرده، مردم رو فقیر بیچاره کرده، خودشم برای نظامشو حفظ میکنه، به حفظم کرده. من اعتقاد داشتم رابطه ایران امریکا، هنوزم دارم، هنوزم طرفدار رابطه، هنوزم مخالف تحریمم، اعتقاد دارم تحریم علیه مردم ایرانه، رابطه خوبه برای مردم ایران. الانم یه آمار که بگیرید بالای 90% مردم ایران رابطه ایران امریکا رو میخوان، همین الان هم میخوان. همین الان نگاه کن آقای بایدن که اومده تمام ایران تب برجام گرفته کشور. این واقعیت اینه که متاسفانه مخالفین حکومت از مسیر درستی باش مبارزه نمی کنن، از مسیر تحریم، از مسیر تهدید، جنگ، از این حرفا. خب اجازه بدیم الان نوبت جناب رزماراست که بعد دوباره ادامه میدیم. بله، نظر شما چیه جناب رزمارا راجع به سخنانشون؟ من آقای رحیمی، من کاملا اتفاقا خیلی از آقای دکتر امیرآبادی تشکر میکنم. ایشون عملا نقش واقعا مضر خودشون رو با این صحبتهایی که کردن نشون دادن. توجه کردید؟ اولا مطلب جنگ رو آقای دکتر امیرآبادی، این جنگ توجه کردید؟ این جنگ از اون ابتداش مقصرش همون کسانی بودن که شما در حقیقت رفتید که با اینا همکاری بکنید. شما یک کاندیدای ریاست جمهوری این مملکت بودید. بعد از اون شما اگر چرا به شما به شما میفرمایید با سید و سید نصر رابطه نداشتید؟ مسلماً داشتید، بنده میدونم داشتید. شما با نایاک رابطه داشتید، شما با سازگارا رابطه داشتید، شما در حقیقت لابینگ دستگاه دموکرات های امریکا بودید. چرا شما آقای دکتر به شما دو سال نیم پیش اگه یادتون نرفته باشه لطف کردید به من تلفن کردید که بپیوندم به این گروهتون که دیدید که چه جوابی بهتون دادم. شما چرا به دکتر بختیار نپیوستید؟ شما اگر مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودید چرا پاشدید رفتید اونجا که در جبهه این بزک کردنه که من رفتم به مردم کمک کنم. من رفتم به شما، اگر که واقعیت قضایا نظام شما رو قبول نکردود امکان نداشت که بتونید برید اونجا این کارا رو بکنید. توجه کردید؟ بزک نکنید موضع خودتون رو. آقا
آقای دکتر شما نمیتونید منکر بشید رابطتون رو با تریتا پارسی و نایاک و آسفین. شما در تمام این دورانی که اونجا تحصیل میکردید یا بعدش هم دارای یک موزه به اصطلاح قابل توجه شدید، یک به صورتی لابینگ نظام جمهوری اسلامی در دفتر ریاست جمهوری کار میکردید، طبقی که خودتون اظهار میکردید که خودتون یه همچه امکاناتی دارید. امروز نیایید این رو بگید، امروز ببینید چجور این اپوزیسیون در این واقعا بدبختی گرفتار شده. این به خاطر اشخاصی مثل جنابالی بوده، نه به خاطر اشخاصی مثل من. بختیار تا اینکه خرخرش رو بریدن وایساد. شما رفتید که با نظام رو یه جوری ترمیم کنید. شما میشستید زبونگیر میشدید با کسانی که در راه تجزیه ایران و فدرالیسم ایران و جدایی طلبا هستن. اینا رو قبول نمیتونید شما قایم بکنید. خوشمان جناب من دیگه آقای رحیمی گوش میکنم. خوشمان جناب امیر احمدی میکروفون آزاده. امیدوارم که این صحبت ها رو آقای دکتر موشنگ امیر احمدی به عنوان واقعا عدم تواضع اینا باشه. اینا واقعا اون دردیست که در این جامعه وجود داره. یعنی این پرده باید بره بالا. امروز واقعا این چهره این اپوزیسیونی که هزار چهره داشته باید برای ملت ایران، برای این دو نسل جوانایی که امشب دارن این برنامه رو نگاه میکنن دیده بشه. ما نمیتونیم آقای رحیمی منکر اون کسانی باشیم که کنه. آقای دکتر شما درسته که شما رفتید دو مرتبه کاندیدای ریاست جمهوری بودید، یعنی شما با اصل جمهوری اسلامی مخالفتی ندارید. شما یک دونه موی بختیار در روی بدن شما نبوده. اون بختیار تا از همون دقیقه اول اون صحبت ها رو کرد و ملت نمیدونید شما به چه راهی میدید و با چه کسی دارید همکاری میکنید. قبولش کردید بدبختی که به سرتون خواهد آورد. شما اون روزا کجا بودید آقای دکتر امیر احمدی؟ اجازه بدیم که ایشون جواب بدن. جناب دکتر امیر احمدی تلفن میکروفون آزاده. بله واقعا خیلی امشب، یعنی امروز نمیدونم اونجا چه ساعتی، متاسف شدم برای اینکه من یه دید دیگری از آقای رزمارا داشتم. واقعا تمام اون بسیار خوب شد شما چهره حقیقی تمام دیدید. تمام بله. اون اجازه بدین آقای رزمارا، بله. شما بنده احترام براتون دارم. شما آقای رزمارا هستید، از خانواده رزمارا هستید، وزیر بودید. شما نباید مثل یه آدم خیلی خیلی عادی که داره حرفای علکی میزنه حرف بزنید. آقای رزمارا اجازه بده جناب رزمارا شخصیت تو حفظ کن. حیفه، من دلم میسوزه ولی نمیخوام آقای رزمارا اون خانواده اون است اینجوری بشه که الان داری پرزنت میکنی. آقای رزمارا اولا من تو پاریس به شما زنگ زدم نگفتم بیاد عضو شورا بشو، همه اونجا بودن، یه عده‌ای بودن اومدن دیدن من، گفتن آقای با آقای رزمارا هم زنگ زدن، ایشون یه جلسه شام بود، گفتن ایشون هم تشریف بیاره که نتونستی بیاد. من شما رو دعوت به شورا نکردم، اصلا همچی چیزی نبود. تمام که اونجا اومدن آدمایی که اونجا بودن هم ما میدونیم، همه رو اگه بخوای میتونم معرفی کنم، خودم میدونی کیا بودن. بنابراین هیچ بحث دعوت از شما برای شورا و اینا نبود، دعوت از شما برای شام بود که عده از دوستات تو پاریس جمع شده بودن، گفتم که شما هم تشریف بیارید که نتونستید، حالا نخواستید مهم نیست. این نکته اول. آقای رزمارا بذار دوباره تکرار کنم، من هرگز آقای سید حسین نصر رو ندیدم. آقای رزمارا ایشون رو حتی من ندیدم، ایشون زنده است. آخه مرد کریم من چطوری میتونم دروغ بگم تو تلویزیون؟ شما چجوری میتونی بگی امیر احمدی با آقای حسین نصر کار کرده دلیل که مثلا ندیدمش؟ نه فقط ندیدمش، من آقای باب حسین آقای حسین نصر حتی یک دفعه تلفنی هم صحبت نکردم. من حتی یک بار هم در سخنرانی که ایشون داشته من شرکت نکردم. آقای رزمارا دوباره تکرار کنم، نایاک هیچ ربطی به ما نداره. اینا تمام یه وقتی همه میگفتن، من هم عرض کردم که اصلا همچو چیزی نبود. بعدا زنگ میزنم. نبود، همچو چیزی ما نداشتیم. نکته سوم آقای با همچین با آقای سازگارا، آقای رزمارا من با آقای دوباره تکرار کنم، آقای سازگارم زنده است، اونجا هست تو واشنگتن، مرد شریف
من که نمیزم دروغ بگم. آقای سازگاره رو بنده یک دفعه تو زندگیم دیدم، اونم توی واشنگتن با هم یه قهوه خوردیم. دوباره تکرار کنم، خب نکته آخری که بگم آقای رزمارا، بنده افتخار میکنم که رفتم جبهه جنگ به مردم کمک کردم. آره جنگ مهم نیست، آره جنگ آقای خمینی را انداخت، آره، ولی مردم ایران که را ننداختن، که خوزستانی ها که را ننداختن، که خوویزه ای ها که زندگیشون کلن از بین رفت. وقتی که من رفتم خرمشهر رو دیدم، فقط 4 دیوار مونده بود آقای رزمارا. من قبل از انقلاب اونجا میرفتم آقای رزمارا، من افتخار میکنم که رفتم خرمشهر و کمک میکردم، افتخار میکنم. شما همه تمام دنیامون، همه زندگیمون سیاست نیست آقای رزمارا. زندگی ما متاسفانه از وقتی که شما اون روزا چیزیست که رابطه با رژیم باشید آقای دکتر؟ اجازه بده حرفامو تمام بکنم، نوبت شما میرسه. میخوام عرض کنم که ما زندگیمون همش سیاست نیست، همش نمیدونم این و اون نیست. بنده عرض کردم، اما اول من آقای بختیار رو همیشه دوست داشتم، دارم، اما بنده کاری نبودم، مثلا با کسی کار نمی کردم، نه با بختیار. من در هیچ حزب و در هیچ گروه سیاسی هرگز نبودم، تا اینکه این اواخر یه سازمان برای خودم درست کردم. در هیچ حزب و سازمانی نبودم، نه بختیار، نه جبهه ملی، نه غیر اونا. اصلا یه آدم غیر سیاسی بودم من، یه معلم بودم، کارهای خودم می کردم. 27 کتاب دارم، 300-400 مقاله علمی در صد دنیا. این کار من بوده. رابطه ایران امریکا هم از طریق اکادمیک وارد شدم، عرض کردم چرا اومدم، اعتقاد دارم این رابطه به نفع مردم ایرانه. یک دقیقه دیگه سوخت دارید، هرچی زودتر حل بشه همقدر برای مردم ایران بهتره. متاسفانه اون که مسئول خرابی رابطه ایران و امریکاست و اونی که نمیخواد رابطه ایران امریکا حل بشه آقای خامنه ایه، و متاسفانه بخشی از مخالفین سرسخت آقای خمینی خامنه ای هم عیناً موضع چون رو دارم. یعنی من تعجب میکنم که هم خامنه ای مخالف رابطه است، هم مخالفینش مخالف رابطه هست. آقای اینکه نمیشه که یکی از این دو نفر باید درست بگه. آقای رزمارا ما باید کنم دقیق تر بشینیم فکر کنیم. ما اصلا هیچی بیاد به همدیگه اتهام بزنیم و گذشته همدیگه رو بیاریم بالا و نمیدونم چی کار کرده و اینا. اینم خب اینم بحث دیگه. من آقای رزمارا یه آدمی بودم زمان شاه، محصل بودم، 4 کار کردم، از اونجا بعدم اومدم امریکا. در ایرانم فقط تو مناطق عشایری کار کردم. بنده عشایرم، از همه خانواده امیر احمدی صفحبوت و اینام، ولی خب خیلی فاصله داریم. بنده تالشم، اومدم 4 بوید احمد، بشخایی ها، لورا، بختیاری ها اینجا کار کردم. از افتخارات من ده، چون برمان یه عشایر بودم. بگه این همین آقای بختیار که مرا بختیار چهار محال بختیاریه، من تمام اوکجا رو من کار کردم. من تو لغد جون بودم، در 4 بختیاری بودم، در خان میرزا بودم. از افتخارات من با خانهای خان میرزا، با آدم های بزرگش هنوزم رابطه دارم، هنوزم با بزرگان بوید احمد و اینا رابطه دارم. دکتر امیر احمدی، وقتتون تموم شد. خیلی خوبی میکردم، عاشق کشورم هستم. خیلی خودم وارد این برنامه‌های نمیدونم تو آخرین نکته ای رو که بگم، آخری رو بگم. آقای رزمارا، دو دفعه صحبت از که من کاندید ریاست جمهوری شدم. آقای رزمارا، از افتخارات منه، بازم از افتخارات منه. چرا؟ بگم اولا من یه شهروند ایرانم، یک شهروندی نه خودش حق داره نه یک کشور دیگه یا کشور خودش حق داره ایشون از حقوق و شهروندی محروم کنه. حقوق و شهروندی من اینه که هم رأی بدم و هم رأی بگیرم. اگر کسی به خودش این حق ما نمیده که رأی بگیره، یه مشکل خودشه. نکته دوم، بنده وقتی که ران کردم، کاندید شدم، یک کتابچه نوشتم. الان هم همینجا هست، بهت نشون میدم. حالا بذارم اینجا هست. خیلی خوب، ما میرسیم به اینجا. اجازه آقای رزمارا، اون پلتفرم انتخاباتی من بود، دقیقاً توش نوشتم من به چی اعتقاد دارم و به چی اعتقاد ندارم. بنده در همون جام نوشتم که به حکومت اسلامی به این معنایی که هست اعتقاد ندارم. من همیشه طرفدار حکومت سکولار بودم، اما بنده اعتقاد دارم که برای گذار از این حکومت نمیشه یک کشور رو نابود کرد. تو میخوای یک کشور رو نابود کنی،
برای که یه حکومت میخوای نابود کنی. این درست نیست. هفته نشد. افرادی مثل شما از نواده مثل رزمارا باید با دقت بیشتری فکر بکنه و عمل کنه. برای شما مهمتر از حکومت باید ایران باشه. باید حفظ ایران باشه. باید مردمش باشه. تمام مردم کشور و سرزمینش و فرهنگش و تمدنش رو دارید میریزید پای این حکومت، که این حکومت که بره همه چی درست میشه. نه خیلی همین حرفا ما آقای امیر احمدی شما... اوکی آقای امیر احمدی سوالای ببینید سوالای زیادی که من باید با شما در میون بذارم. دوستان سوالایی دارن، مردم همینطوری سوالهای متفاوتی رو مینویسن که من باید اون سوالها رو هم با شما در میون بذارم. یکی از اونها این بود که همین که شما میفرمایید هم آقای خامنه‌ای مخالف رابطه با آمریکاست و هم مخالفان آقای خامنه‌ای. بله خب مسلمه. الان برای من نوشتن که روی مردم نوشتن، کامنت نوشتن که نظامی که مورد قبول مردم نیست رو شما چطور میخواستی با آمریکا ربط بدی؟ وقتی این نظام رو مردم قبول ندارن شما چجوری میخواستی اینو با آمریکا ربط بدی؟ رابطه دوستی. سوال اول این بود. حالا شما اینو بفرما جواب بدید که آقای رئیبی نوبت صحبت منم هست. بله بله میام الان. ببینید ما باید سوال های مردم رو هم در میون بذاریم. اجازه بدید اینو سوال جواب بدم بعد شما که اتفاقا من خیلی خوشحالم که سوال های مردم مطرح کنید. ببینید آقای نوبت صحبت من هست یا نه. بله ببینید یک دونه شما سوال میکنید، یه دونه ایشون جواب میده، یه دونه من سوال میکنم ایشون جواب میده و ایشون سوال میکنه، ایشون هم نمیتونه. ببینید ما از هم دیگه سوال میکنیم و سوالهای مردم رو من مجبورم که با شما عزیزان، با هر دوی شما عزیزان در میون بذارم. اما این سوال مختص جناب دکتر امیر احمدی بود. بله بفرمایید جناب دکتر. دکتر امیر احمدی اجازه بده ایشون جواب بده بعد میام سراغ شما جناب رزمارا. من دو سه تا مطلب دارم. اجازه بدید ایشون اینو جواب بده من میام سراغ شما الان. سپاسگزارم. بله ببین همیشه که عرض کردم 80 بالای 80 90 شاید درصد مردم ایران میخوان این رابطه رو میخوان، از تحریم خستن. شما به من میگید چرا آقا مردمی که این حکومت رو نمیخوان میخوای رابطه درست کنی؟ میگم از مردم بپرس، مردم این رابطه رو میخوان. نه اجازه بده مردم میخوان بین کی و کی؟ نه مردم میخوان بین کی؟ خامنه ای نماینده این مردم نیست، اما شما میخواستی به عنوان نماینده این مردم به آمریکا بفروشیش. مجید رحیمی این حرف توه، من دارم میگم از من سوال کردی که قربونت برم این حرف مردمی من... که دست شما سوال کردن مردم ایران این رابطه رو میخوان و بنده نوکر مردم ایرانم. تموم شده رفت. بنده که نمیام حرف آقای مجید رحیمی رو گوش بدم. حرف مجید رحیمی نیست، حرف مردمی که الان پای این برنامه نشستنه. قربونت برم. اجازه بده شما میگی من نوکر مردمم، بعد همین مردم میان پای لایف سوال میکنن، بعد میگی که نه مجرمی یه آدم مال همین مردمه دیگه. جانم مردم 75 نفرن، یه نفر سوال کننده نیست. خیلی خوب شما اون یه نفر اجازه بده من یه جمله بهت بگم. آلمانیا میگن تو اگر برای یه فینیکی یک سنتی ارزش قائل نشی، برای 1,000,000 یورو هم ارزش قائل نمیشه، چون اون 1,000,000 یورو از همین 1 سنت ها تشکیل شده. شما برای یک نفر که ارزش قائل نشی، برای کل ملت هم میتونه ارزش قائل نشی. اما بحث من نیست الان. ببین جونم مردم این صادقانه نیست، این نوشته شده. من الان عزیزم این من میرم اجازه بده باشتا عزیز من. ببین قربان من دارم میگم اجازه بده آقای رحیمی حرف تو دهن من نگذار. من نگفتم برای این مردم ارزش قائل نیستم، عرض کردم 80-90% این مردم این رابطه رو میخوان، اون 20%، اون 10% نمیخوان. یکی از اونا همین دوستیه که به تو زنگ زده. من ما چاکر اکثریت خب اجازه رو من این سوال اجازه بدم جناب رزمارا، من فقط این رو تموم کنم میام الان سوال. اگه اینطور باشه من از جلسه برم بیرون. نه خیلی چون بقیه بسی که حق حرف ندارم. چرا اتفاقا شما هم دارید ایشون هم داره، اما ببینید مردم هم الان اینجا نشستن و اینه که ایشون میگه من به من زنگ نزدن، ایشون کامنت رو نوشتن. اما الان میام سراغ جناب رزمارا، شما بفرمایید سوالتون رو طرح کنید. بفرمایید
اولا آقای دکتر امیرعبدی، شما در موضعی نیستید که به من درس وطن پرستی بدید. توجه کردید؟ این صریحا من میگم که تمام هموطنانم بشنون. توجه کردید؟ شما در موضعی نیستید که به من درس وطن پرستی بدید. بعد ما دو خروس رو ببینیم یا قسم حضرت عباس رو. توجه کردید؟ شما رفتید کاندیدای جمهوری اسلامی شدید، یعنی در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی رو شما قبول کردید. یعنی چی میگید قربون؟ شما دو مرتبه کاندیدا شدید. شما رفتید اونجا با این رژیم، اگر واقعا با قلبا مخالف بودید اجازه بهتون نمیدادن اونجا کار بکنید. شما دو مرتبه کاندیدای ریاست جمهوری شدید. اینو جواب بدید. شما قبول کردید قانون اساسی جمهوری اساسی رو، قانون اساسی که ملت ایران رو به بردگی کشیده. چرا جواب بدم؟ اجازه بدیم که اجازه بدیم ایشون جواب بده. بله بفرمایید. بنده دو دفعه شرکت کردم، هر دو دفعه هم رد صلاحیت شدم، اصلا نذاشتن من ثبت نام بکنم. آقای رسما را شما اطلاعاتتون ولی قصد اینجا من قبول ندارم که نذاشتن استفیسی کنید، ولی شما رفتید کاندیدا شدید، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو قبول کرده بودید. آقای رزما رو جواب بده، بنده از حق شهروندیم استفاده کردم، هیچ کس رو بهش اجازه نمیدم که حق شهروندیم رو زیر سوال ببره. این یکی، من شهروند ایرانم، همونقدر من حق دارم. من شهروند ایرانی نبودم که مجبور شدم از مملکت بیام بیرون. آقای حق من چی میشه این وسط؟ آقای حق من چی میشه اینجا؟ آقای رزما رو بنده حتی حق دارم طرفدار این حکومت باشم، شما حق ندارید بگید نباش. اگه دموکراسی هستی، اگه حرفی نداری، از شما بگم یه آدم، شما یه آدم وطن پرستی نیستی، چیزی شما یه آدم اپورتونیست فرصت طلبی بودی که برای نفع خودت. بله، از اون به بعد 5 سال به صورت لوبین با امریکایی‌ها در علیه ایران کار کردی، یعنی با این جمهوری اسلامی ساختی، لوبینگ این جمهوری بود. جناب رسما اجازه بدین جواب بدن. بفرمایید جناب امیرحمدی. آقای رسما رو من میتونم بگم که چرا شما وزیر شدید، شما چرا چکاره زمان چا شدید. اینا حقای بی خوده، این اصلا حق نیست. اجازه بدین من آقای اجازه بدین جواب بدن. تن انصاری از زمین تا آسمون فرق داشت. خیلی خوب. خط سیاسی من از زمین تا آسمون با خط سیاسی شما فرق داشته. بله اجازه بدین جواب بدن. بله 51 انقلاب شد. شما خب 57 نبودید اونجا ببینید که چه خبره. جناب رزمارا اجازه بدید جواب بدن. نه جناب رزمارا خواهش میکنم اجازه بدید ایشون جواب کامل بدن. خواهش میکنم آقای رزمارا، بنده دانشگاهی هم 27 کتاب در مورد رابطه ایران امریکا و ایران نوشتم. درسته که اون زمان انقلاب ایران نبودم، من ایران مثل کف دستم میشناسم. من مرتب رفتم اومدم تو دهاتش، روستاهاش، عشایرش زندگی کردم، کار کردم. نکته دو تا چند تا نکته بگم آقای رزمارا. ببین اگه بخوایم به گذشته برگردیم، همه ما وقتی که اینا هم بزنی یه چیزی توش داره، اون مهم نیست. نکته دوم، من یک شهروند ایرانم، هیچ کس حق نداره به یک شهروند ایران بگه اصلا با کی باش یا نباش. بنده اصلا میخوام طرفدار جمهوری اسلامی باشم، شما واقعا حق نداری به من بگی نباش. چون میگین اما پس دیگه حرفی نداری. نه اون وقت اجازه بدید دوستان، اجازه بدید جناب امیرحمدی شما میتونید اجازه بدید جناب امیرحمدی شما میتونید طرفدار نظام باشی، شما میتونی، حقت حقته، اما باید جوابگوی اون نه اجازه بده، شما این حقته، این حقته که باشی، اما جوابگوی خونهای ریخته شده هم باید باشی. شما نمیتونی بگی من مسئولی همین نه شما نه اجازه نه دیگه ببین اینجا رو داری مغلطه میکنی، اینجا رو مغلطه میکنی. من اجازه بده آقا جواب نه اجازه بده. خیلی خوب جناب امیرحمدی، اگر نظری سوال بشه ببین من میرم، ببین من میرم، اگه نظری سوال کنم سوال آقای رزماراست. نه این حرفا چیه شما میزنید؟ این حرفا بچه بازی بچگانه است، بکش بیرون. آقای رحیمی
به قول امریکایی گروه آب آقا بالغ شو مرد حسابی نمیدونم خونهای ریخته شده تو مسئولش هستی. نه من ببین میگم اگر ببین واژه اگر رو اگر آقا من اگر میام از این نظام حمایت میکنم مسئول اینم هستم که این من که نمیتونم فقط از خوبی های نظام حمایت بکنم آقا من که نمیتونم فقط نمیذاری من حرف بزنم آقا من که اجازه بده اینقدر آقای رحیمی نکن بذار من حرف بزنم. شما نمیتونی فقط بگی من زاویه خوب نظام رو قبول دارم به درک واقعا شما نمیتونید که ایشون رفت این آقای امیر احمدی که من اینقدر برای همین نکته من بسیار بار تو برنامه ها گفتم با آقای امیر احمدی میشه جدل کرد و سالم بیرون آمد و ایشون این رو هم زیر پا گذاشت و خیلی من متاسفم. عرض کنم که آقای رحیمی من یک دنیا یک ایران از شما سپاسگزارم. چرا؟ امروز ما یک قدم بزرگی برای واقعا یک نفسی به این جسم در حال نظار اپوزیسیون دمیدیم. ببینید امشب این آدمی که خودشو خیلی قوی میدونست خیلی حراف میدونست دیدید که چه جور فرج بود، دیدید که وقتی که نتونست جواب بده که ایشون دو مرتبه کاندیدای ریاست جمهوری شده میگه این حق من بوده. خب مرد حسابی بسیار خوب، پس تو با این نظام اشکالی نداشتی؟ این کارهایی که میکنی چیه؟ این حرف و این موزه هایی که میگیری چیه؟ چرا میدید با اصلاح طلبا کار میکنی؟ چرا میسید با جدایی طلبا کار میکنی؟ با فدرالیستا کار میکنی؟ با نایاب کار؟ دروغ میگه. این میگه من سید حسین نصر ندیدم، دروغ میگه. سازگارا رو ندیدم، نمیدونم یه دفعه قهوه خوردیم. این همکار ایناست. این فرش قرمز پهن کرد برای خانم اولبرایت که اون واقعا نطق کثافت کرد بر علیه شاه فقید و بر علیه ایران و آمد گفت که ما حمایت کردیم که مصدق را از بین بردیم، CIA این کار را کرد. ایشون خودو یه آدم و این آدم به خودش اجازه میخواد بده به من درس وطن پرستی بده. خیلی خیلی خوب شد آقای رحیمی، من از شما تشکر میکنم. ایشون امشب دستش واز شد، این دوم خروس دیده شد، نه اون قسم حضرت عباس. دیدید که این آدمی که 40 تا 400 تا کتاب نوشته، دیدید حد واقعا شناسایی، حد دانش و فهمیدیش، دیدید در چه حدیه. من از شما آقای رحیمی واقعا و اپوزیسیون از شما متشکرم. وقتی من ازش میگم که چرا وقتی که آمدی بیرون تو آخر یه مقداری هم صحبت کرد که من طرفدار بختیارم و سوسیال دموکراتم، خب بسیار خوب، پس در تمام اون 10 سالی که این آدم اینجا شد چرا نیومدی؟ چرا رفتی اون با آقای سید حسین نصر و سازگارا و شهریار آقی و اینا ساختی؟ نه این مردمی که اینجا نشستن بسیار برنامه خوبی آقای رحیمی اجرا کردی. من به عنوان یه ایرانی از شما تشکر میکنم. و این آدم با این مشخصات به من میخواد درس وطن پرستی بده، واقعا توف به این روزگار. ببین حالا ولی جناب رزمارا ببینید این مردمی که اینجا نشستن به گردن همه ما حق دارن. ما برای این مردمی که میان به پای این برنامه میشنن، من برای تک تکشون حتی اون کسانی که مخالف من هستن می نویسند هم پاک نمی کنم. چرا؟ چون نظرشو داره میده. اما من هم متشکر شدم اتفاق، من قربان دارم، چون سوالاتی که کردن کاملا نشوندنده اون چیزیست که امشب برگزار همین. خب من این سوال رو من ببین من امشب بایست نویترال بیطرف می بودم و بودم، اما سوال هایی که از طرف مردم میشه رو من نمیتونم زیر پا بذارم. اون مردم خودشون الان نمیتونن صدادار سوالشون نوشتن اینجا هک شده، میتونه ایشون خودش بعدن هم بره این کامنت ها رو بخونه و همین الان هم که الان رفته حتما داره برنامه ما رو نگاه میکنه. برو آقای امیر احمدی اون کامنت ها رو بخون و بدون که این مردم سوال هایی دارن. من اولین سوالم اینه که از شما
چرا تمام یک نفر اینجا به نفع آقای امیر احمدی ننوشته؟ مگه میشه آقا تو یک لایف حداقل یک نفر بیاد بنویسه مثلا درود بر فلانی؟ من این همه برنامه اجرا کردم، این همه آدم های متفاوت رو بردم توی برنامه، حداقل 5%، 10%، 15%، 20% میام نویسن درود بر مهمان برنامه، یک نفر اینجا ننوشته درود بر فلانی. خیلی خوب آقای امیر احمدی، شما حداقل اینو بمون جواب بده. من فرار میکنم یعنی چی؟ شما یعنی اونجایی که از شما سوال میشه رو نمیتونی جواب بدی در میری؟ این کار زشته. اگر مونده بود و جواب داده بود، من شخصا ازش سپاسگزاری میکردم، برای اینکه سرباز روشنگری بود حداقل. حالا ما میگیم خطا بود یا نبود، اون نظر میتونه باشه، اما اگر مونده بود و یک بار دیگه هم البته ایشون دفعه پیش هم منو تهدید کرد به این که چون به مردم توهین کرده بود و گفته بود مردم نادان، مردم فلان، مردم بیفرهنگ، مردم بدبخت، مردم فلان، و بعدش هم خودش گیر کرده بود و من گفتم که بیا، اون وقت بعد میگه مردم عقب افتادن. ایشون خیلی بهش برخورد و توی برنامه گفتش که آی رمی شما یا از من عذرخواهی بکن، اولش گفت عقب افتاده خودتی، به خودت متلک بنداز و فلان. من حالا خندیدم، اما گفت از من عذرخواهی بکن تا من نرم. اینجا رو من نگاه کردم جناب رزمارا، من اینجا رو دیدم که به جای اینکه من بیام احساسات خودم رو بذارم روی میز، بیام اینو ببینم که چقدر خوباموزی قشنگی ایشون کرد. یعنی گفت عذرخواهی بکن من میمونم، و من عذرخواهی کردم و گفتم با کمال میل با دل و جان عذرخواهی میکنم. چرا؟ که به نسل جدید، به جوانتره یاد بدیم که آقا بمونیم، بشینیم با همدیگه گفتگو کنیم. ما زمانی که بتونیم حرفای همدیگر رو بشنویم، میتونیم راه درست رو پیدا بکنیم. ولی سپاسگزارم از جناب رسمان رو. اما یه جناب اتفاقا به نظر من اون چه که برداشت لازم بود از این برنامه کاملا به همت شما انجام شد. این آدم بی مقداری و بی خردیش رو کاملا نشون داد و دروغ‌های بزرگش رو، و به این دلیل توجه کردید و این قاطعیتی که من واقعا تو صحبتام نشون دادم، ترک کرد، جلسه رفت. این ضعفش رو نشون داد و این ضعف دلیل بر این بود که این آدم محق نیست، این آدم دروغ گفته، این آدم واقعا اون چه که من اینجا با این سراحت مسکر صحت داشت. این آدم یک آدم ایران دوست نیست، این آدم یک آدم فرصت طلبیست، این آدم آدمیست که در اون جرگهی که در امریکا هست بر علیه ایران و بر علیه تمامیت ایران و بر علیه شرف و حیثیت ملت ایران اقدام کرده. این آدم وجودش، این آدم خبیثه و این آدم انقدر بیخرد بود و ضعف که به من درس وطن‌پرستی به من میداد. بیایم حالا از اصطلاح حرفای نا قربان بیایم مقام بتونیم حرف بزنیم، اما اینکه با واژه‌های درستی ما نظرمون رو بگیم. الان رضا زرابی اینجا هست. رضا جان، این رو که دارم الان میگم با میل نمیگم، با بیمیلی میگم، اما بنویس مناظره میان دکتر رزمارا و امیر احمدی و فرار امیر احمدی از مناظره. آقای امیر احمدی از مجلس فرار کرد. این رو گفتم من با کمال میل نمیگم، یعنی واقعا ما عنوان برنامه رو چیز دیگه بود، اما رضا جان بنویس فرار امیر احمدی از مجلس، چون یاد بگیریم. ببین یک چیزی براتون درک کنم جناب رزمارا، دوستان عزیز که الان به پای این برنامه نشستید و ببین نگاه کن چقدر می نویسن درود بر جناب رزمارا. من نمیدونم چرا مردم، مگه مردم اصلا کسی تو سرش نگه داشته که بیاد بنویسه که آقا مثلا حتی نوشته بودن که برای من نوشته بودن که آی رحیمی شما نباید رزمارا رو می آوردی و تو به این مجلس می آوردی، حتی نوشته بودن. من میخواستم جواب اونا رو بدم، نه اتفاقا باید رزمارای عزیز می اومد اینجا، باید امیر احمدی می اومد اینجا، باید. ببین آقا جان یه چیزی رو من برای شما دوستان نازنین تعریف بکنم. من توی شورای شهرمون بودم و بعد وزیر
دولت گرهارد شرودر یه خانومی بود، وزیر دادگستری بود، آمد به این شهر ما و در یک مجلس 80-90 نفری نشست برای صحبت. دعوتش کرده بودم، اومده بود اونجا. یک جوان 22 ساله‌ای بلند شد و گفت خانم وزیر شما، حالا اینجا اتفاقا خیلی واقعا کم استفاده میشه واژه خیانت رو، گفت شما کارهایی که میکنید خیلی دوم هست، دوم یعنی احمق، شما کارهایی که میکنید بسیار احمقان است. و بلند شد بدون اینکه خانم وزیر جواب بده، مجلس رو به طرف در خروجی ترک کرد. همینطور که داشت میرفت، خانم وزیر یه جمله قشنگی گفت، گفت کاش به من این فرصت رو میدادید که من بتونم یه توضیحی بدم. خانم وزیر به اون جوان گفت، ولی جوان رفت بیرون. خانم وزیر بسیار مهربانانه گفت کاش ایشون مونده بود که این جوابی رو که میدم هم ایشون میشنید، و شروع کرد به پاسخ دادن. 7-8 دقیقه نکشیده بود که جوانه برگشت به مجلس، آمد وارد شد و خانم وزیر بلند شد و برای این جوان دست زد، گفت زیباترین هدیه‌ای که تو به من دادی، نسل جدید من 22 ساله، برگشتی به مجلس و این انعطاف پذیری رو داشتی که برگردی به میدان گفتگو و من بتونم توضیح بدم. توضیح داد، جوانه بلند شد رفت، دست داد و تعظیم کرد در مقابل خانم وزیر، گفت سپاسگزارم، من قضیه رو اینطور نمیدیدم. این شب یکی از شبهای زیبای زندگی من بود که درسی آموختم. آقا ما بزرگترین سلاحی که داریم گفتگوه. من اگر با تو نتونم حرف بزنم، چطور میتونم تو رو بفهممت؟ چطور میتونم از سوء تفاهم ها جدا بشم؟ بجی جان تصدقت برم، این برای که بی مقدار بود، این در نهادش چیزی چنده، این در چندش چیزی نبود. ببینید قربون، اگر انسان یک جو وطن پرستی داشته باشه، توجه کردید این جور مثل این آدم مغلطه نمی کنه. ببینید قربون تو برم، ببینید من دیگه من ببینید روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپرید. اون شعریست که با خط زهری روی مزار مرغ طوفان حک شده و من این شعار زندگی من هست و مرگم. این آدم آقای رحیمی، باور کن من اگر پدید بودم دست و پات ماش بر من شبیه خدمت بزرگ کردی. یکی از این واقعا عوامل فاسدی که در صفوف این اپوزیسیون، این مخالفین در حال نس هست، از میدون خارج شد. این بهترین برنامه بود که ممکن اجا باور بکنید مجید، از بعد از اونی که یه عده‌ای در جریان این برنامه قرار گرفته بودن، نمیدونید چه چیزهایی به من میگفتن، توجه کردید چه پیشنهاداتی میکردن، چه توصیه. ببین صحبت من این مقدار مشکلم بود، زمینی که من باید ادب و تواضع رو حفظ میکردم، میبایستی که حقایق رو مثل این ایرونی هایی که دهنش زبورشون رو 10 دور تو دهن میگردن و میگن سفید و یه خود سیاه یه خود خاکستریه، توجه کردی؟ من مثل بعضی ایرونی هایی که رستم سولت پیزی افندی هستن نیستم، و این آدم به خودش اجازه میداد به من درس وطن پرستی بده. و امشب یکی از بهترین برنامه هایی که در ظرف واقعا 10-15 سال من اجرا کردم، بهترینش امشب، و من خوشحالم، افتخار دارم که این بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو گوش کردن اینجور من خود. ببین واقعا من از یک طرف دیگه هم اصلا دلم نمیخواد که دل هیچ انسانی شکسته بشه. من امیدوار بودم ایشون در برنامه بمونه، توضیح بده. آقا جان من، همه ما یک اشتباهایی داریم، اما این که من بمونم حداقل توضیح بدم که آقا من چرا کردم، یا این که در همین برنامه بگم آقا اون کارهایی که کردم اشتباه بود، مردم
من دلم میخواد از امروز دیگه برای شما باشم. مردم، من دلم برای شما میتبه ولی اشتباهاتی کردم. اینو میتونستم، ایشون میتونست خیلی راحت بگه. اما این که مدام من ایشون عامل جمهوری اسلامیه، ایشون تغذیه داره میشه توسط جمهوری اسلامی و اون گروهی که در اطراف حزب دموکرات رو عرض کنم که این لابینگی که برای رژیم اسلامی کار میکنه. ایشون قانون دیدارش با ظریف کاملا شناخته شده است. توجه کردی ایشون شب قلبی براش نمون که بخواد بمونه دیگه بکنه. نه مجید جان، بسیار برنامه خوبی اجرا کردی. من ازت صمیمانه متشکرم و من شاید با تمام این واقعا درد روحی که 42 ساله دارم میکشم امشب واقعا یک کمی بتونم آرام بخوام. برو اون شراب آماده کن که باختی. اون شرابی که باختی رو برو آماده. تو این سعادت رو بده پاشه از اون برده عشق منی من سفید و قرمز و سبز و همه جور رنگش برات هست. قربانت برم من. نه اتفاقا ببین من واقعا امیدوار نبودم که ایشون مجلس رو ترک کنه. حالا تهدید میکرد چون قبلا هم تهدید کرد. مجید یه چیزی الان سیروس آموزگار که داره برنامه رو دیگه داره نگاه میکنه، لابد از خنده درد کترش رو یادش بده. خب نه همین من خب نه ببین اتفاقا ایشون هفته پیش مهمان برنامه بود و خب خیلی ازش پرسیدم که با دانیل دانا بود، دکتر دانیل دانا، گفتم زنزلیلی؟ راستی جان دکتر زنزلیل هستی؟ زنزلیلی؟ صدا قد زنزلیل میدونی یعنی چی؟ زنزلی یعنی هر چی زنم گفت اون یعنی من ذلیل زنم. زنزلیل یه واژه خیلی قشنگه. نه اتفاقا الان خانم من این پرلو نشسته و داره برنامه رو گوش می‌کنه. یکی از واقعا شکایت هست از من اینه که من هیچ تحت تاثیر عوامر و صحبت‌های ایشون خیلی نیستم. البته اتحاد میکنم ولی خب نخیلی. خب همه اتحاد میکنی. اتفاقا زنزلیلی عالمی داره ها. ببین زنزلیلی یک عالم خوبی. آموزگار دکتر آموزگار گفت من زنزلیلم. یه خواهش دارم گفت تواضع لور بدون توقع نیست. من ازت استدعا میکنم این برنامه رو هر چی زودتر برای من بفرست، حتی اگر شده امشب تعدادی از دوستانم در ایران منتظرین هست. نه حتما براتون میفرستم. نه این میره روی یوتیوب هم میره. دوستان نازنینم هم روی برنامه صدای آشنا کلیک کنید وارد بشید و هم برید روی یوتیوب و این برنامه رو تا میتونید پخش بکنید. اون عزیزانی که میخوان واقعیت به بحثی که به دست من برسه الان بیش از 100 نفر منتظر هست. خیلی خوب، الان بریم ادامه. آقا ما 42 سال گذشته، مصیبت های بسیاری رو ما تو این زمان ها داشتیم. چه باید بکنیم آقای دکتر؟ شما بالاخره تجربیات قبل از انقلاب رو داشتی، 42 سال هم تجربیات بعد از انقلاب رو داری، ضمن این که زیر فشار تهدید و قتل، یعنی از شماها کم نکشتن، چه بسا که سراغ خودت هم می اومدن. ما امروز چه کار باید بکنیم؟ ببین راهی که هست آقای رحیمی، ایران آنچنان صدمه ای خورده، آنچنان در خطر نابودی هست که باید قاطعا عمل کرد، قاطعا صحبت کرد. یک اپسیلون، یک اتم کوتاه نیامد. نابودی کامل رژیم اسلامی در تمامیتش کاملا موافقم. دو، خروج از این اسلام نابکاری که 1470 سال این مملکت رو به این روز انداخت. کاملا موافقم. اول کردی کم و زیاد نداری، یه خورده اول و یه خورده حالا. حالا همین صحبتی شروع میکرد که آخه نمیشه علیه یک کسانی عمل کرد که مملکت صدمه بخوره بره. اما حرفایی که داره میزنه، این آدم نمیخواد بفهمه که الان
ایران 42 ساله مثل گوشت قربونی تیکه تیکه دارن میبرن. این رژیم بمونه ایران نابوده. رفتنش هم که میبینید در چه شرایطیه، وقتی هم که میره یه همچی جلو برای نظیر امیر احمدی توی از کنم سنه هست دورم حسین سید حسین نس هست، سازگارا هست، شهریار آهی هست، نمیدونم اون یکی این از هوشنگ انصاری اون دزد معروفی که نزدیک 250 میلیون دلار اون روز جزیره سمرتن خریده که استعفاشو از ریاست هیئت مدیره نفت ایران در جکه از توی هواپیما فرستاد. این حالا از اون از هوشنگ انصاری رو صحبت میکنه. رفرانساش هم از بدتر از خودش بود. حالا بسیار من خوشحالم از کاری که کردی و بعدم اگر وقتی مونده در خدمتتم. خواهش می‌کنم ببین جناب دکتر یه کاری انجام بدید. این سوالایی که بینندگان و شنوندگان عزیزمون ریکوتر کردن اینو مطرح بکنید. بله، تا اون سوالایی رو که من قبلش میدیدم رو همه رو تا اونجایی که من میدیدم رو نوشتن. ما خوشحال هستیم که دست ایشون رو شد و درود بر جناب دکتر رزمارای عزیز. و بسیار ببین من فقط میتونم این چیزایی رو که الان ببینم، اما یک بسیار نوشتن که دستش رود شد و زفتش رو فرار کرد. ببین اینا حرف مردمه، یعنی ایشون خودش، من از خودم نمیگم، میتونه خیلی راحت بره توی کامنت ها ببینه این نوشته چون که فابی نوشته چون که گناهکار بود، امثال امیر احمدی ها فروش ایران را امضا کردن. هیتا نوشته، ویدا نوشته درود بر جناب رزمارا. ببین اینا آذر نوشته درود بر جناب رحیمی که به سوالهای بینندگان اهمیت میدهد، سپاسگزارم ازت. اینا همه با تشکر از جناب رزمارای عزیزمان. خب اینا همه اون چیزایی که آقای امیر احمدی نژاد خارج از ایران هستش. ببین اینا رو خیلی جون اینجا من باید بخندم دیگه. خب ببین اینا آقا جان اینا مردمان دیگه، تو که نمیتونی بیای بگی آقا نه این مردم من قبول ندارم اون مردم قبول دارم. خب اینا مردمان، اینا کسانی هستن که برایشون این ایران مهمه، میان وقتشون رو میذارن. آقا مگه مجبورن بیان وقتشون رو بذارن به پای این جنگ و جدال؟ خب برایشون ایران مهمه، میخوان ببینن چه. اما جناب دکتر من ازت دعوت میکنم، ما ستاد همبستگی گروه ها و احزاب رو داریم و خوشبختانه داره بیشتر و بیشتر به این جمع میپیوندند و ما روزهای چهارشنبه جلسه داریم، روزهای سه شنبه هم جلسه های توی زوم داریم و باور کن آدم های بسیار زیادی هم میان. اما میخوام ازت دعوت کنم که بیای در اون مجلس یک سخنرانی 35-40 دقیقه‌ای برای ما داشته باشی، هر موضوعی رو که خودت انتخاب میکنی. و مجید جان من در خدمتتونم، من در خدمتتونم. شناسایی هم که از من دادی دیگه فکر میکنم امشب اگه یه مقداری ناشناسایی داشتی دیگه روشن شد. من در خدمتتونم هر موقعی که بخوای با کمال میل خواهم آمد. قربونت میرم، سپاسگزارم. خط من کاملا روشنه، خط من واقعا اون خط خطوط اندیشه های شادروان مرغ طوفان زنده یاد بختیاره، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر. بعدم به شرفم قسم میخورم من دیگه طالبه هیچ مقامی نیستم، من فقط آرزو بینه که قبل از مرگم آزادی ایران رو ببینم، هیچی دیگه نمیخوام. نمیخوام وزیر بشم، نمیخوام وکیل بشم، نمیخوام دیگه استاد دانشگاه بشم. سنی هم که دارم دیگه اصلا به این مطالب اصلا چیز فرصتی نمیده. دو تا چی میخوام، دو تا کار میخوام برای اون جلسات فقط قبلش و 24 ساعت قبلش بدونم 100% یه مقداری تفکر بکنم که در خدمتتون باشم، وقت دوستان رو بی خودی تلف نکنم. چون اگه مطلب نداشته باشم برای واقعا کاملا لاله دارم. من اگر حرف بتونم بزنم وقتی که مطلبی داشته باشم و اون مطلب روش عقیده داشته باشم. میدونم. من حالا امشب میخوام دوتا کار انجام بدم. یکی این که
میخوام یه خورده باهات شوخی کنم که اون صدا میکنه آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر. ما بعدش هم تو هم همینطور حرفتو میزنی، ادامه میدی، میری، توجه نداری. اون همکار عزیزم که خیلی هم دوستش دارم، اما نه، حالا از شوخی گذشته، یک بار به من گفتی که چرا تو مگه از من میترسی؟ چرا شوخی نمیکنی با من؟ گفتم آقای عزیز، طرف پدرش امیر تومانه، یعنی میشه سلشگر. امیر تومان میشه یعنی سلشگر دیگه، نه؟ برادراش بله، به هر حال جزء عمرای ارتش اون روز بود. دقیقاً. بعد برادراش هر کدوماشون سپهبد و سلشگرن و بعدش هم برادرش نخست وزیر بوده، حاجی علی رزمارا، که ترور شد در زمان شاه در مقام نخست وزیری، و بعد خودش هم فامیلیش رزماراست، یعنی پیوسته داره آرایش رزمی میکنه. من چجور جرأت میکنم بیام با همچی آدمی شوخی بکنم؟ من بعدش هم فرار نکنم. نمونه رزمی بودن و من یه نمونه امشب به دستت اومد دیگه. آمین. ببین دیدی با چه استراتژی این شخصو آوردم توجه کردی؟ قشنگ توی خط اول جبهه، و عرض کنم که جوری هم شد که تسلیمم نشد، در رفت. خب همین، این کار زیاد قشنگی نبود، و چه بسا که دیگه بالاخره آدمیزاد خودش تصمیم میگیره. منوچهر جان رزمارای عزیزم، آقا خیلی 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 خوش آمدی به این برنامه. ما باز هم از این برنامه ها خواهیم داشت، و میدونم که مرد رزمی، و بالاخره وقتی آدم رزم آراز یعنی مرد رزم دیگه، یعنی از جبه فرار نمیکنه. اما خیلی خیلی خوش آمدی، سپاسگزارم ازت برای این برنامه ای که من در خدمتت بودم، در خدمت مردم نازنینمون هر کجا که هستید. مردم باور کنید، مهر انسان به دل، مهر ایران زمین گشته آیین ما برتر از خدا و دین و هر قدرتی و هر شخصی که غیر از این میگه. درود دارم بهت و درود دارم به همه مردمی که الان مارده. خیلی خیلی ازت متشکرم مجید جان، و حضور کلیه بینندگان و شنوندگانتون واقعا عرض ارادت و احترام و سپاس میکنم که این واقعا که برای من یه افتخار امشب برای من واقعا یک موقعیت خاصی شد و یک خدمتی واقعا به این اپوزیسیون شد، و دست یکی از کسانی که واقعا اینجور نفوذ کرده بود در این صفوف در این حد اینجور روشن شد. من از همه تون سپاسگزارم، شنوندگان و هموطنان گرامیم، برای تون بهترین ها را آرزو دارم. و هر کجا که هستید، اگه روز هست اونجا روزتون شاد، اگر شب، اگر غروبتونه، در حال زمانتون شاد و فرخنده. سپاسگزارم ازت، و حتما در جلسات آینده در خدمت خواهم بود. سلام منو به خانومت خیلی خیلی برسون. هر طور شده تا نیم ساعت سر دیگه اگر این ویدیو رو برای من بفرستی خیلی متشکر میشم. سپاسگزارم، حتما میفرستم. خب یکی از دوستان نوشته من دلم ولی براش سوخت. منم دلم برای سوخت. چرا؟ چون از لحاظ دانشگاهیشون مقام بالایی داره. من هم اتفاقا اینو قبل از برنامه به آقای رزمارا گفتم، من ایشون رو برای بخشهایی از شخصیتش دوست دارم. یکی از اون چیزهایی که گفتم دوست دارم همین بود که گفتم میشه باهاش خوب دعوا کرد. یعنی چی؟ اینو نوشتن، من اینو مجبورم بگم. از هلموت شمید که صدر اعظم آلمان بود و تا آخرین روزشم یکی از روشن فکرترین سیاستمداران این کشور بود و حتی جهان، ازش پرسیدن که تو چطور تونستی 60 سال با زنت زندگی کنی؟ گفت من تو کودکستان باش آشنا شدم، اما بهترین و پرقدرتترین زاویه‌ای که داشت میشد باهاش دعوا کرد بدون اینکه بزنه ستون خونه رو، سقف رو سرت خراب کنه. یعنی با یک نفر که بشه خوب دعوا کرد، خیلی راحت میشه خوب باهاش زندگی کرد، خوب باهاش دوست بود، خوب باهاش خندید. من این رو مدام میگفتم، آقای امیر احمدی انقدر انعطاف پذیره. اینو قبل از برنامه به دکتر رسمارا گفتم و ایشون گفتش که این مسئله خودت، من ایشون رو اصلا دوست ندارم.
من گفتم ولی خب این زاویه رو من در ایشون میبینم و این زاویه رو من دوست دارم و ستایش میکنم، به خاطر اینکه به عنوان یک شاعر اگر تو زوایای خوب انسانها رو در کنار زوایای بدشون نبینی، پس اون زوایای بد رو هم به درستی نمیتونی ببینی. و اینکه واقعا منم دلم براش سوخت و امیدوار بودم که این کار نکنه، بمونه و ما بتونیم گفتارمون تا آخر ببینیم، ولی خب ایشون تصمیمش این بود. ما همه محصول تجربیات و تصمیمات خودمون. آقای خودتر نمیتونست، آقای رئیبی جان نمیتونست بمونه دیگه، میدونی جوری پوستشو کندی، جوری ایشون درش شطن آشپز شد، نمیتونست دیگه بمونه. بهترین کاری که کرد به نظرم همین بود و بدترین کار، البته توجه کردی، یعنی چاره ای براش من نذاشته بودم دیگه. در هر صورت سپاسگزارم ازت، شب خوبی داشته باشی و سپاسگزارم که تو این برنامه شرکت کردی. حتما بازم ما از این برنامه ها خواهیم داشت. من بازم خواهشم رو تکرار میکنم، هر چی زودتر اینو برای من بفرست. تا یک ساعت دیگه به دستت میرسه. خیلی متشکرم. قربونت میرم. شبت شاد. خدا نگهدار. قربونت برم. خدا نگهدار. خب دوستان نازنینم، خدافظی میکنم با دکتر منوچهر رزمارای نازنین. خب بذاریم دیگه زیاد برنامه طولانی نشه و نره بالا دیگه. من از تک تک شما نازنینان خدافظی بکنم. در واقع میخواستم، اصلا هدف من چیز دیگه بود، برنامه رو میخواستم یه برنامه دیگه، ولی خب دیگه نشد و من الان مجبورم که از شما خداحافظی بکنم. دارم دنبال بزن یه آهنگم از ویگن گوش کنیم. حیفه که یه آهنگ خیلی قشنگی رو هم داره که اینو میخوام براتون بذارم به عنوان پایان برنامه. دختر خالو بوسیدم، خان میدونه منو میگیره، چیکار کنم چیکار کنم. دختر خالو بوسیدم، خان میدونه منو میگیره، چیکار کنم چیکار کنم. از به ابلغ زین کنم، تنگ غروب سوار بشم، قرار کنم قرار کنم. اسب ابلق زین کنم، تنگ غروب سوار بشم، فرار کنم فرار کنم. من کجا فرار کنم، دلم نمیگیره قرار، سر راشون نمیگیرم، اگر بیاد صد تا سوار. اسب ابلق سلطدم، قصه برو میری کجا. اسب ابلق سلطدم، قصه برو میری کجا. اسب ابلق سلطلا موسی برو میری کجا. ترسم دیوونه بشم، در دست یار انگشتره، زر بشکنم زر بشکنم. میترسم دیوونه بشم، در دست یار انگشتره، زر بشکنم زر بشکنم. یا تبرزین بردارم، نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم. نه نه میرم گل میسیمو سر زلفش با میسیمو، نه میرم گل میسیمو سر زلفش با میسیمو. اسب ابلق سلطلا تون تر برو پسی چرا، اسب ابلق سلطلا تون تر برو پسی چرا، اسب ابلق سلطلا تون تر برو پسی چرا. آها تون تر بازم چون تر برو کرا، آها تون تر.
بله. خب اما میخوام بریم این رو هم بگم که دوستان نازنینم قبل از خداحافظی ازتون میخوام که برید توی یوتیوب، سایت یوتیوب من رو حمایت بکنید و تمام این برنامه ها رو اونجا شما میتونید ببینید. هر برنامه ای رو که من این رو میذارم روی یوتیوب دقیقا برای این که چون میان میزنن و نابود میکنن، اینها اسنادیه که برای ما میمونه، برای نسلهای آینده، برای مردمی که بالاخره بدونن که آقا ما در خارج از کشور چی کار میکردیم که نشسته بودیم، آیا واقعا اونقدر بیغیرت بودیم که دست از دستکون نمیدادیم اومده بودیم اینجا آبجومون رو میخوردیم، شرابمون رو میخوردیم، میرفتیم مثلا اشغالمون رو میکردیم، یا اینکه نه ببینن آقا ما اینجا بودیم، درسته در خارج از بودیم، توی این غربت و ماتم بی وطن، توی بلا، توی افسردگی و به عشق ایرون مبتلام، شبی نیست که نام ایرون نباشه توی دعام، شبی نیست عهد نبندم عاقبت یه روز میام، تمام فکر و جان و دل ما برای اون مملکته، برای اون آب و خاکه، برای رفاه اون مردمه، برای نابودی این نظامی که داره این کشور رو نابود میکنه. بعد یکی میاد میره دوبار میخواد اونا قبول نمی کنن که این رئیس جمهور بشه، اونا قبول نمی کنن، یعنی اگه اونا قبول میکردن ایشون میرفت دست چه میدونم خامنه ای حسن و حسین و فلانش هم میبوسید و خب عزیزم بعدش هم وقتی میای خب الان این کارو کردی، حداقل امروز بیا بگو من اشتباه کردم، من اشتباه بود، آقا من همه انسان ها اشتباه میکنم، ولی دفاع میکنی از اون، از اون این درده که تو از کار احمقانت گفت ما به خاطر جرم اعدام نکردیم، که به خاطر توضیحاتش اعدام کردیم، چون توضیحاتش انقدر احمقانه بود که ما به خاطر توضیحاتش طرف رو گرفتیم اعدام کردیم. خب چرا این کارو میکنید؟ حالا بریم سراغ سرود مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشته آیین ما برتر از خدا و دین. اما برید سایت یوتیوب مجید رحیمی رو نگاه کنید و در تلویزیون صدای آشنا برید عضو بشید و این رو بفرستید برای دوستانم. میبینید که سایت های ما رو یکی یکی میزنن، ما همه جا باید باشیم که اگر یک سایتی رو زدن، اگر یک صفحه‌ای رو زدن، اگر یک جایی بسته شد، ما این اتحادی رو که الان داریم، این تعاونی رو که الان داریم از دست ندی، جای دیگه دوباره جمع بشیم. اینا وظیفه شما هم هست، وظیفه ما هم هست، وظیفه هممونه که دستمون رو از هم دیگه جدا نکنیم، دوباره حلقه های تک تک نشیم. داریم به یک جاهای خیلی خوبی میرسیم مردم نازنین، و این رو حمایت بکنیم. سپاسگزارم ازتون، ولی دلم میخواد که بریم این سرود رو بشنویم و من بهترین ها رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که سال دیگه در این روز هممون در ایران باشیم و دیگه نگیم که سال قبل در روز ده بهمن ما در کجا بودیم، و همه در ایران. درود بر شما. برتر از خدا بودیم، برتر از خدا بودیم، مهر انسان
چیزی که یادم رفت خدمتون عرض کنم اینه که روز یک شنبه برنامه رضا زرابی هستش که حتما ببینید و روز دوشنبه در گپستان نوین همراه هستم با دکتر دانیل جمشید دانیل دانا و دکتر اللهیار کنگرلو که برنامه جالبی هست، گفتاری که شاید تا امروز نشنیده باشید در اون برنامه، مثل همین برنامه هایی که میبینید در خدمتون هستیم. دوستان به درود، دوستتون دارم و همیشه هم دوستتون دارم. خدا نگه.